بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولی که حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه الطاهرین فی هذه الساعت و فی کل ساعت ولی و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و ناصریه و المستشهدین بین یده. بسم الله الرحمن الرحیم. خب این جلسه آخرین بحث از همون سلسله مباحث رو عرض میکنم خدمت رفقا. ما خوب دفعه گذشته اون مطالبی که عرض کردم یه عده سوالاتی کردن که احساس کردم که اون سوالات نشون میده که بحث برای رفقا از جهت عملی روشن نبود. حقم هست، یعنی بنده اینو گفتم مقدمه ای عرایز این دفعه رو عرض کنم خدمت رفقا بعد بحث رو شروع کنیم. ببینید ما اگر در بحث رابطه انسان با دنیا بحث رو در همون مرحله سوم تمام می‌کردیم بحث تمام بود، یعنی شما تمام روایات و آیات باب رو و اصولا رابطه انسان با دنیا رو از تمام جهات می‌تونستید بحث بکنید و هر مطلبی در جایگاه خودش قرار بدید. این تمام. خوب دقت کنید چی عرض می‌کنم، از این جهت که یه وقت رفقا فکر نکنن که بحث آخری یعنی بحث مرحله چهارم یه مرحله در واقع در طول اونهاست. نه، بحث رابطه انسان با دنیا در اون مرحله سوم که عبارت شده از این که انسان میتواند با دنیا ارتباط داشته باشه، در هر سطحی هم ارتباط داشته باشه اگر از طریق حلال باشه، این مطلوبه و حتی توصیه شده که عرض کردم در تولید و در کار هیچ محدودیت نیست. نوع کار رو هم مشخص نکردن، کار فرهنگی میتونه باشه، کار اقتصادی میتونه باشه، کار صنعتی میتونه باشه، محدودیت خلاصه نداره. و در مصرف به اصطلاح محدودیت هست، اگه در مصرف انسان بتواند مصرف کاذب نداشته باشه و مصرف صادق باشه بنابر موقعیتی که داره، این مطلوبه. موفق توصیه که خاطرتون هست دفعه آخر خیلی تکیه شد به ساده زیستی بود. تمام. لذا بحث مرحله چهارم که عرض شد اصلا خوب دقت کنید چی عرض میکنم. من به عنوان توصیه تأکید میگم خدایی نکرده مبادا اون جلسه قبل عزیزان ظاهرا همه اونایی که اون دفعه بودن الان هستن کسی غایب نداشته باشیم. ولی اگر هم غایب داریم نوار رو گوش میکنید خواهش میکنم که عرض میکنم به عنوان یک تکلیف گوش کنید از بنده. نه این دستوری که عرض کردم دستور عملی بود، نه به کسی توصیه میشه که این مطالب که گفته شد در مقام عمل عمل بکنه. خواهید فرمود پس چرا اینو گفتید شما؟ من دو دلیل داشت این مطلب دفعه گذشته رو گفتم، این دفعه باز بیشتر توضیح میدم. دو دلیل داشت. یک دلیل این بود که شما بدونید اگر در ادبیات توحیدی ما به خصوص رفقا وقتی وارد فضای احادیثی مثل حدیث معراج یا احادیث قدسی برجسته ای میشن، بدونن که فوق این مطالبی که به طور عادی ما در مزامین رواییمون میبینیم یه مطالب دیگه ای هست که در واقع میشه گفت عمق این مطالب. مطلب به این سادگی ها نیست که ما حالا دو تا روایت ببینیم زودی بخوایم اظهار نظر بکنیم. مطلب در واقع همون بحث فراعقل، تعبیری که به کار بردم دفعه گذشته گفتم، یه سلسله قوانین نیست که این قوانین رو عقل توصیه میکنه، صغرا کبراش میچینه، یک قوانین است، قوانین اصطلاحا هم بهش میگن فراعقل، یعنی مثل فرا تکنولوژی که امروز اصطلاحا بهش میگن، این بالاتر از قوانین عقله. قانون داره، بی قانونی نیست، ولی این بی قانونی به لحاظ عقله و الا در لحاظات خودش بسیار قانونمند و دقیق و قابل حسابه. چون اگر چیزی قابل قانون نباشه قابل حسن و قبح و تحلیل و تجزیه ترکیب نیست. پس پیداست این قانون داره ولی اهلش قانون رو میشناسن، لذا با اهلش که صحبت میکنید میگه این کار شما بنابراین این قانون درست بود غلط بود تجزیه ترکیب میکنه. این یک نکته. دومی که بنده به خصوص خدمت عزیزانم میخواستم عرض کنم این است که رفقا بدونم اگر تو ادبیات عرفانی ما اصطلاحی مثل عشق، مثل عاشقی، مثل میل، مثل میکده، مثل خمر، مثل مستی و از این قبیل خلاصه که زیاد به کار میره
به کار رفت این احساس نکنن حساب احساس است و شعر است و شاعری است و حالا شاعر به وجد اومده و از این اصطلاحات به کار میبره. نه، این اصطلاحات تو قانون خودش معنای دقیق خودش رو داره و اینها تماما از مضامین روایی و به خصوص آیات الهی گرفته شده. یعنی بنده یه بار تحقیق میکردم به این نتیجه رسیدم که متعبدترین و مقیدترین علما به این که اگر اصطلاحی رو جعل میکنن اصطلاح همون اصطلاح قرآن روایات باشه اتفاقا همین علمای اخلاق هست و الا شما اصطلاحاتی که فلاسفه به کار بردن در قرآن کم میبینید. شما ممکن الوجود، واجب الوجود، ممتنع الوجود، به ضرورت، ضرورت به شرط اطلاق به شرط قسمی، اطلاق لا به شرط مقسمی، این چیزا تو یک کلام تو روایت قرآن جای دیدی دائم تو زبان فلاسفه میچرخه. اصطلاحات اهل اصول در کدوم کتاب و سنت؟ رکن، واجب، حرام ممکنه، این کجاست؟ هست ها، ولی کمتر. تا میاد اصطلاحات فقها ها درصدش بیشتر میشه، تا اصطلاحاتی که مثلا فرض کنید که متکلمین به کار میبرن، ولی در میان اهل اخلاق اصطلاحات تماما قرآن است. لذا اگر شما دیدید در جایی این اصطلاحات به کار رفت فکر نکنید احساسه، بدونید یک بحث فراعقله که اینا در زبان رمز و راز مخصوصا به کار میبردن برای اینکه اهلش بفهمن. لذا شما میبینید ساقی نامه ها فراوان نوشته شد، مخصوصا این ساقی نامه محی‌الدین ارتیمانی که نزدیک 6 صفحه است، 5 صفحه 6 صفحه است، توضیح میده که اگر ما به کار میبریم می منظورمون چی، اگر ساقی به کار میبریم منظورمون چی، اگر مستی به کار میبریم منظورمون چی. و بعدم یه قصیده مفصلی ایشون داره تحت عنوان توضیح این اصطلاحات که بنده دارم، ولی دوستان خواستن یه وقتی هم وقت شد حالا دیگه زمانمون کم داره میشه هر چی روزها بلند میشه، ولی بنده به آقای میلینفروشان تقاضا میکنم هر دفعه یه قسمت از این ساقی نامه ارتیمانی رو بخونن تا آدم با این اصطلاحات آشنا بشه. من عرضم این بود که رفقا با این اصطلاحات آشنا بشن، بدونن که اگه بحث از عشق است و عاشقی است و این حرفا در باب رابطه انسان با دنیا این فراعقله ولی قانون داره. لذا اون دفعه یه دیگر رفقا من این سوالات کرده، من یک دفعه احساس نگرانی کردم، خدا میدونه در هفته گذشته اصلا حالم مساعد نبود، یعنی دائم فکر میکردم که من مبادا به رفقا چیزی رو گفته باشم که برداشت بد شده باشه. لذا تصحیح میکنم این راه راهیست که حتما اگر کسی میخواد حرکت کنه باید تحت نظر استاد باشه، بدون نظر استاد و بدون نظر کسی که این مثلا مسائل رو تو کادر خودش میخواد بگه انسان نباید اصلا هیچ یکی از دستورالعمل‌هایی که در این مباحث من درس کردم رو به طور تئوری بخواد در عمل اجرا کنه. نه، اینا تئوریش مثلا فرمود خیرالامور احمزها، خب احمزها به این معنی که هر کاری میخوایم بکنیم سخت‌ترش بهتره. خب این سخت‌تر حق یقف که نداره، به قولی که از رفقا میگفت خب ما الان مثلا پیاده بریم مشهد، این سخت‌تر از اینه که انسان سواره بره، بعد با هواپیما بره، بعد میونم با قطار بره، بعد چی چی. حالا پیاده ام یکی بگه من کاوه رهنه میرم، اینم احمزه هاست دیگه. یکی بگه آقا کاوه رهنه که من نمیرم، میخوام سینه خیز دارم. خب ده حد یقف که نداره دیگه، شما هی سخت‌ترش کن. چه جوریه؟ اینو من مثال زدم برای اینکه تو همه امور زندگی همه، بعد انسان بر خودش میخواد سخت بگیره، برای زن و بچه‌ش هم اجازه داره سخت بگیره، بر کسانی که تحت تکفلش هستن میتونه سخت بگیره، میگه خیرالامور احمد و حاکم میخوام مقام شما بره بالا، هی میخوام برای شما سختگیری کنم. چی میکنی؟ میخوام بگم این اشتباهاتی که بعضی ها از دین بیزار کرد، بعضی ها اصلا بیدین کرد. لذا این چیزهای دقیقا باید تحت ضابطه حتما هم زیر نظر استاد، حتی انسان خودش بخواد بگه من مشتی هستم. یه اصطلاحی مرحوم سید مهدی بحرالعلوم داره خیلی زیباست انصافا، ایشون میفرمایند که اگر در احکام ظاهر شرعی که همون فقه اصغر اصطلاحا بهش میگن ما موظفیم تقلید بکنیم و عمل بدون تقلید باطله، یعنی اگر کسی اعمال ظاهر شرعی رو بدون تقلید از مجتهد جامعه شرایط تقلید کن عمل کند و خودش هم مجتهد نباشه این اعمالش باطله، ایشون میگه فقه اکبر در واقع اعمال قلبی و روحی است، به طریق اولا باید انسان تقلید کن تا خودش مجتهد بشه، به طریق اولا باید از مجتهد اکبر، به استاد فقه اکبر، مجتهد اکبر میخواد تحت نظر استاد باید باشه.
این است که خلاصه اصلا من اینا رو فقط و فقط برای اینکه رفقا تو فضای این بحثا به گوششون بخوره که این همچین حرفایی هم در دین ما هست. خیال نکنیم هرچی از همین ظواهره. ببینید عرضی که دفعه گذشته اصلا این بودش که در این نظریه چهارم صاحب نظریه مبنایی رو که میگوید اینطور است. میگوید ما تا اونجایی که شما گفتید انسان کون جامعه و در کون جامع بودن اصل انسانیت حقیقت والای او یعنی اعلی مرتبه انسان که همون مقام خلافت اللهی انسانه، اون مقام مقام حقیقی انسانه. این هر درستی ما با شما هم عقیده ایم. با شما یعنی کی؟ مخاطبش از شما چیست؟ اون سه گروه دیگه. که این گوینده خطاب به اون سه نفر دیگه میگه شماها تا اینجا ما با هم هم عقیده ایم. حقیقت انسانیت مرتبه والای انسانیت. اما راه ما از کجا جدا میشه؟ خب دقت کنید، تویی که عاقلی میگی راه به سوی والا بریدن تعلقاته. خوب دقت کنید، یعنی اینکه عرض میکنم از قرر مطالبی است که ممکنه رفقا خیلی با دقت اینها رو کشف کنن. لذا میگوید در سیر به سوی بالا روح برای اینکه به سمت بالا حرکت بکنه این تعلقات رو باید ببره. لذا شما نگاه کنید شخصیت های برجسته مثل شیخ الرئیس بوعلی سینا در اون قصیده ورقاییش انسان رو تشبیه میکنند به یک پرنده ای که از عالم بالا آوردن این پرنده رو به زور، یعنی تعبیر حبطت الیک من المحل الارفعی، تو رو آوردن فشار دادن با خلاصه زحمت انداختن توی قفس. تعبیر قفس منظورش این بدنه. لذا این پرنده همطور بالبال میزنه خودش در دیوار قفس میکنه برای اینکه آزاد شه. یعنی انسان وارسته تا در عالم دنیاست دائم پرپر میزنه که کی موقع مرگشه. حالا مرگ طبیعی مراد نیست، مرگ اختیاری مراده، کی میخواد به سمت زمان بالا بره. لذا اون قصیدهش دائم تشبیهش این است که این در که باز میشه کی میشه این قفس تن بشکنه، کی میشه این در باز شه و از این بره. خب راه شکستن چیه؟ میگه بریدن دیوارهای این قفس. دیوارهای قفس چیست؟ میگه تعلقات، تعلق به دنیا، تعلق به خانواده، تعلق به ما، تعلق به علم، تعلقات، حتی تعلق به کشف و کرامات، ورود به عالم برزخ، دیدن عوالم غیبی، تعلق دیگه من خوشم میاد ببر. این تعلقات. اما این اینطور نمیگه. چی میگه؟ خوب دقت. میگه تو اگر با این قانونی که من گفتم، با این عینکی که من به چشم تو زدم دقت بکنی میبینی تعلقات خودت هستی. تعلق یک بندی نیست جدای از تو، تو رو به او بسته باشه. تو فکر میکنی تعلق تو یعنی توی دروغین تو، یعنی خود دروغین خودت که فراوان در قرآن داریم. این چیزی نیست که بنده بخوام عرض کنم یه چهار تا آدم مثلا فیلسوف یا اخلاقی گفته باشن. شما نگاه کنید بنده چند تا نمونه قرآنی رو به کار می‌برم، چند تا نمونه شو با فراوان، یعنی به این دید به قول مرحوم علامه فهمیدن این عینک رو عوض کنید صفحه به صفحه قرآن این رو به ما میگه. من چند تا شو بیارم. مثلا نگاه کنید برادرای یوسف در داستان کشتن برادر خودشون که از یوسف علیه السلام باشه، مقدمش با چی؟ مقدمش با این شروع میشه که آخه ما چه عیب داریم که بابا ما رو دوست نداره، یوسف رو دوست داره، کارکنیه واسه بابا میخوایم که به اصطلاح ما نوکری بابا رو ما داریم میکنیم، زمینای بابا رو داریم ما آباد میکنیم، قدرت میخواد که ما داریم، ما بزرگتریم، سروری و بزرگتری از نظر ارشد بودن به اصطلاح امروزی ها اولاد بزرگتر تو خانواده میخواد که خب ما که بچه بزرگتریم، ما چه مونه که بابامون هر وقتی اسم یوسف میاد رنگش عوض میشه و یوسف اجازه نمیده خونه بیاد بیرون و دائم بغلش گرفته، حالا بغل تعبیر ما بغل که پیار رو خونه شسته و کارای نرم و نازک یوسف بکنه، کارای سخت و بیرون و بیل زدن و زیر آفتاب کار کردن با ما باشه از این حرفا. قد شغفنی حبن. خب تکلیف چیه؟ خوب دقت کنید. میگن که ما که یوسف رو کاری نمی کنیم، ما میخوام دل بابا رو آزاد کنیم. چجوری آزاد کنیم؟ یوسف رو میبریمش بیرون یه جوری از جلوشش با ما دور میکنیم. اصلا قصد کشتن یوسف رو نداشتن که. میبرن بیرون و کم کم شیطون وسوسه میکنه و تا اونجا میرسه که یوسف رو به قصد کشتن رو کشته نمیشه، ولی اونا میخواستن کشته بشه دیگه، در چاه میندازنش.
قرص این هست وقتی که میان پدر پدرشون خب از دور داد میذارن دروغ میگن دیگه، پیرن خونی و آوردن و گریه و زاری و این حرفا که دیگه توضیح ندم. وقتی که میگن ای پدر ما خلاصه یوسف رو گذاشتیم کنار متاع و رفتیم دنبال بازی و یوسف رو گرگ خورد، هست یعقوب چی میفرماد؟ فرماید قد سبلت لکم انفسکم امرا، نمیگه دروغ میگه شما، میگه بریم خودتون رو درست بکنیم، نفس شما این کار را پیش شما خوب جلوه داد. و عجیب این است برادرای یوسف زمانی که داشتن توطئه قتل یوسف رو میکردن همون زمان ناراحت بودن. آیه شریفه دارد و فرماید بعد از این کار کردیم و تکون بعدها قوما صالحین، بعد توبه میکن دیگه هم میشیم اهل محراب و منبر و مسجد دیگه هم دنبال کار زشت نمیم، یه بار بکنیم تموم میشه بره. یعنی حتی قصد توبه هم داشتند و عمل زشت انجام دادن. میفرماد قد سنبلت لکن، یعنی خود دروغین شما تون تسلیل، یعنی خوب زیبا دادن چیزی که زیبا نیست. قد سنبلت لکن امره، نفس شما این کار زشت و پیش شما خوب جلوه داد. نه منم فسق اون جمیل، منم وظیفه جز صرف کردن ندارم. ببینید پس تصفیق. حالا شما از این نمونه تو قرآن شما نیا کنید الیه المصیر، نه مسیر، مسیر یعنی با صاد. در قرآن چقدر داره؟ مسیر با صاد یعنی چی؟ یعنی سیرورت، دگرگونی، یعنی شما به خود حقیقتون دگرگون میشید پیش خدا میاد. خیال نکنید با این قیافه پیش خدا میاد. ببینید خود حقیقیتون چیست؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، ای پیغمبر بگو ای آدمای زشکار شما خودتون رو دارید میبازید، نه اینکه دارید عمرتون رو میبازید. اصلا فرهنگ قرآن اینه که انسان در دنیا اگر توجهش به آخرت نباشه خودش رو باخته، نه اینکه عمرش رو باخته، مالش رو باخته، جوونیش رو باخته، خودش رو باخته. قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم، تا به اونجایی که شما نگاه کنید آیه شریفه سوره مائده است که اشتباه نکن، در قیامت مستضعفین، حتی مستضعفین نه، انسان‌های بت پرست رو می‌کنن به خدا، میگن خدایا اینا ما رو گمراه کردن. به کیا؟ به بت‌ها اشاره می‌کنه. حالا بت‌ها گاهی وقت بت‌های سنگی هم که شعور ندارن، گاهی وقت بت‌ها مثل فرعون هم. هر دو به صدا در میان، یعنی چه بت‌های سنگی چه فرعون. خوب دقت کنید، برمیگردم میگم خدای اینا ما رو نمیپرستیدن، دروغ میگن، میگن ما یه عمری تو رو میپرستیم، ما رو نمیپرستیدن. میگن ای ما شما رو، اصلا شماها ما رو اجبار کردین ما شما رو بپرستیم. میگن نه، شما هوای نفس خودتون رو میپرستیدید، ما رو بهانه کردید برای اینکه هوای نفس پرست باشید، ما بهانه خودتون بودیم. الهوا، الهوا روایت انقص و اله یعبد، هوای نفس اون ظریف‌ترین خدایی است که پرستیده میشه، اما اونی که ریشه همه خدا پرستی هاست. لذا اینکه عرض کردم شخصی که اینطور صحبت میکنه در واقع داره ریشه مطلب رو بیان میکنه تحت عنوان عشق و عاشقی، چون نمیتونه با توده مردم صحبت کنه. لذا این شخص در میگرده به این آدم میگه تو میخوای تعلقات رو ببری، خودت رو ببر. این یه صفحه جدیده. میگه من خودم رو چجوری ببرم؟ خوب گوش کنید، چون بریدن تعلقات عقل راه داره. میگه مثلا چی؟ میگه مثلا من مال دنیا رو دوست دارم، میگه انفاق کن. یادتون هست دیگه دستورالعملای مرحله اول دوم سوم تکرار دارم میکنم، میگه مثلا بچه‌مو دوست دارم، میگه بچه‌تو بفرست جبهه، انفاق کن. علممو دوست دارم، میگه انفاق علم کن، خضوع کن. اما میگه من خودمو دوست دارم چیکار کنم؟ عقل میگه دیگه نمیتونم دیگه، خودتو دوست داری، خوب دوست داری دیگه، چیکار کنم؟ خودتو نمیتونم بیان بکش. اما اینجا اون مرحله چهارم دستورالعمل داره. دستورالعمل چیه؟ میگه خودت رو نه تنها بکش، بسوزان.
تعبیر خودسوزی که عرض کردم توضیح دفعه گذشته ندادم، مخصوصا خواستم رفقا روی این موضوع که عرض میکنم فکر کنن. اصلا تعبیر خودسوزی در مقام عاشق یعنی غیرسوزی در قالب خودسوزی، و الا خودسوزی که ضد ارزشه، ضد ارزش که ارزش نیست، خودکشی معدوم شدن این ضد ارزشه، مرگ ضد ارزشه، اینش ارزش نیست که. چرا توصیه شده به کشتن خود، خودکشی، زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت؟ خب زیر شمشیر مردن که ضد ارزش ارزش نیست. از اینها میخوام تعبیر اون غیرسوزی را از بس که نزدیک به انسانه بگن خودسوزی. اما این خود خود غیره، خود دروغینه. اما چون اغلب مرد مشخصی است میگه خودو بکش، دقت کردید؟ خواستم اون ملاکایی که در این قانون هست رو خدمت رفقا عرض کنم. خب سوال بعدی این است که خب ما میخوام تو خودسوزی وارد شیم، ملاکش تو خودسوزی چیه؟ میگه دیگه اینجا خوب دقت کنید، بازم ببینید من هی دارم ملاک‌ها رو آرمارو میبرم تو اون فضایی که دفعه گذشته عرض کردم. میگه تو نمیتونی خودت کشف کنی اون، البته اوائل میشه کشف کرد، ولی بعد همون بحثی که آقای روحی مطرح کردن انصافا بحث زیبایی بود که فرمودن گاهی اوقات انسان در قالب تواضع داره خودنمایی میکنه، در قالب تکبر داره خودنمایی میکنه. این جاهایی معلوم میشه که مثل امثال آمیز جواد آقا که ایشون تعریف کرد، خود مرحوم سید مهدی مثلا بحرالعلوم که انصافا ایشون در عظمت خدا رحمت کنه استاد رو اگه 4-5 نفر، یعنی 4 نفر ایشون اسمی بود از نظر مرحوم علامه، ولی مثلا اگه 5 تا هم باشن یکیشون مرحوم سید مهدیه، در تاریخ اسلام ها یعنی مقامات برجسته ای داشت که اصلا خدمتتون یک چیزی مثل کاشف القتا، کاشف القتا از نظر مقام مرجعیت مثل مثلا آیت الله عظمای بروجردی در زمان خودش بود و هر طور میشه گفت به حساب قوی تر. عجیب بود این من، این آدم با تحت الحنک عمامش بیاد گرد پای سید مهدی رو پاک بکنه و بگه سید تو چی کار کردی اینقدر خدا به تو مقام داده؟ تظاهرم نمیگم واقعا، خیلی مرد برجسته. وقتی ایشون جناب سید مهدی میگم در سنین اواخر عمرشان بود، در زمان تدریسی در کرسی تدریس دو شاگرد هم همه مشتهه پای درس ایشون بودن، میگن ایشون بدون مقدمه میان درس سکوت کرد و خندید یه مدتی مثلا چند لحظه سود. بعد از درس دکتر شاگیر رو پرسیدم اون چی بود فلسفه خنده موضوعیت نداشت، ایشون فرمود من یه دفعه متوجه خودم شدم در بین درس، دیدم بعد از سالهای سال مجاهده دیگه تکبر ندارم، این بود که خندیدم، یعنی خوشحالشتم به اصلاح خدا رو شکر کرد. سید مهدی که سید المراقبین و اون مقام جلال جبروت در اواخر عمرش شما میدون خود احساس میکنه از بین رفته، میخوام درستم کار به این شوخی ها نیست. لذا اینجاست که این شخص میگوید در اینجا باید بازو میخوام این تعابیر به کار میرن، تعابیر خودشونه، میگوید در اینجاست که باید دیوانگی کرد. یعنی قانونمند نبودن، نه اینجا قانون ندارد، قانون عقلانی ندارد، در قالب دیوانگی خودش قانون داره، بین دیوانه ها خود دیوانه ها با هم دیگه یک نظامی دارن، عاقل ها نمیفهمن. لذا میگه تو بیا تو این قانون، این قانون چه قانونی؟ خوب دقت کنید، میگه اینجا دیگه من حرفی ندارم بزنم، البته استاد اگه بالا سرت باشه بهت میگه چی کار کن، اما قانون از اون بالا خط میاد، تو ببین اون چجوری قانون بهت میگه. بعد شروع کنه قانون ها رو گفتن، میگه اولین قانون که عرض کردم اون دفعه، میگه خودت رو آماده کن برای سختی، این اول قانون. در ظاهره نوشتم شعرش رو در توی این نوشتم خیلی زیباست، این دفعه میگه که تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر نماید غمی از نو به مبارک باد. آماده بود، نمیگه چه غمی ها، ولی میگه تو بدون این راه راه اینطوریه، کاش که معشوق ز عاشق طلب جان میکرد، تا که هر بی سر و پای نشود یار کسی.
میگه این وادی اینجوریه که اون دفعه خوندم براتون، عشق از اول سرکش و خونی بود، اینطوریه دیگه قاعدشه، نمیخوای نیا ولی میخوای بیای اینجوری. ببین لذا همه رو پس میزنه، خوب دقت کن، دا عاقل همه رو جمع میکنه، میگه بیای بخوای منبر من چیز کنی. یکی از علتهایی که اینا گوشه‌گیر بودن، رفقا سوال میکنن چرا تو صحنه‌های اجتماع وارد نمیشدن، چرا در زبان رمز و راز صحبت میکردن، چون اصلا نمیخواست کسی طرفشون بیاد. اغلب دروغ میگفتن، اغلب مکار بودن، اغلب برای تکون دستگاه دنبال اینا میومدن. به تعبیر روایت همین است. شما نگاه کنید بیشترین ضربه رو شما به کی میزنید، یعنی بیشترین نفرت رو از کی دارید؟ واقعا من یه بار سوال میکنم، به اون کسی که بیشتر از همه به شما ظلم کرده، بیشتر از همه مکر کرده به شما، بیشتر از همه در قالب دوستی به شما خیانت کرده، غیر از اینه هست یا نه؟ خب بیشترین خیانت و مکر رو کی میکنه در طول زندگی؟ واقعا فکرشو بکنید یه لحظه، آیا خود دروغین ما به خود ما نیست؟ در قالب دوستی بابا خسته شدی، بابا بسه، بابا مگه حالا چه خبره، حالا تو هم جوونی، نه اینا میدم هم جوون تو دنیا هستن و همینطور و همینطور و همینطور. دقیق میفهمید؟ من عرضم رفقا اینه که تو اینجور فضاهاست که شما میبینید بیشترین حمله رو به اون خود دروغین میکنن. چرا خود دروغین میکنه؟ این خود دروغین در واقع بیشترین ضربه رو به انسان زده. کسی که با عمر آدم که هیچی، با همه هستی انسان داره بازی میکنه، انسان باید بی‌پرده با شمشیر به جونش بیفته. لذا میگوید زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت. و اون اشعاری که حالا من یه بار انشاءالله خدمتون بشه میخونم، حالا الان وقتش نیست که اینطور موضوعی در کلمات برجستگان است، مثلا امثال ملا محسن و فیض کاشی. حالا حافظ خب یه عارف بوده، اما ملا محسن و فیض کاشی فقیه بوده، یه مفسر بوده. اشعارش شما نگاه کنید واقعا طعنه میزند به اشعار جناب خواجه در این بحثا. علیه ها لذا میگوید اولین درس این است که بایستی خودتو آماده کنی برای سختی ها. میگه شخص در روایت دارد شخص مادر متعمیر مولوی عرض کرد یا علی دوست دارم. دارن حضرت یک لحظه سرشون انداختن پایین، سوالا نگاه کردن در عالم معنا، دیدن آل راست میگه، اسمش توی اسم اسامی موالیان هست، سرشون آوردن بالا، گفتن فتخذ من الفقر جلبابن، اگه منو دوست داری خودت آم یه مثلا چی میگن کت مال جلباب، یه لباسی از سختی ها، از فقر، فقر معنی سختی، برای خودت بدوز که شیعه مایی. بس این یک دیگه، من دفعه گفتم توضیح بیشتر میدم. اصل دوم گفت استقبال از سختی ها، این اصلا با عقل جور در نمیاد. میگه هر چی بیشتر خودتو در آماده سختی ها کنی، حتی در میان دو ام بین سختی ها بندازی بنداز. لذا تو این قالب بحث دیوانگی مطرح میشه، یعنی میگید قالب هاییست که اصلا با عقلای جامعه نمیخونه. این آیه شریفه رو اون دفعه گفتم بهتون توضیحش رو ندیدم. آیه شریفه این است، میفرمید آیا امانت یا رفقا آیا امانت حفظن اغلبشون، انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. این صدر آیه در اون چه عظمت، اصلا ذره تردید میکنید شما در اینکه در بسیار تکریم انسانه، در تعظیم انسانه. ما امانت خودمون رو، حالا من ریزکاری های تفصیلیش رو خدمت رفقا نگم، امانت اولا با الف لام اومده، الف لام تفخیم اومده، این امانت خودمون، بعدم امانت اضافه نشده، انا عرضنا الامانه الامانه، از که یه چیز بسیار عظیم، على السماوات والارض والجبال، همشون گفتن ما نیستی فعبین هم یعنی. حالا اگر عبای تنها میفرمود کافی بود، اشفقن منها، اصلا به تنشون ترسیدن، به حراس افتادن، به وحشت افتادن، اشفقن منها، از امانت که در ترسیدن، از اینکه ما کجا و حمل این امانت کجا. و شما نیا کنید به همین راحتی میفهمید فهمد هر انسان. خب بین و بین الله با این همه تکریم زیل آیه باید چی بیاد؟ به دیگر واقع گفتم نباید بهت بگه که باری کرده انسان دست مریضا همه پس دادم تو یکی اومدی جلو تو میدون. بعد دنباله آیه چیه؟ نوکان زلوم انجام داد،
زد و من جمعه رو ترجم فارسی کنید، دو تا فوش از اون فوش بالاتر ناب جوندار. این انسان هم خیلی نفهم بود، هم خیلی ظالم. این تنقیل انسان بابا صدرایی با زیلایی با تناسب داشته باشه. این است که شما کتابای تفسیری رو ببینید، به حیص و لیس گفتن مفسر، واقعا به حیص و لیس که من امثال مرحوم علامه طباطبایی در المیزان شما نگاه کنید، یک صفحه ایشون بیشتر دو صفحه همین توضیح می و بنده یقین دارم ایشون راضی به این توضیحش هم نبود. ایشون از راه علم ملکه وارد میشه و میگن که فرمود ان لو کان ظلما جهولا، یعنی بقیه نمیتونن ظالم باشن، میتونن ظالم، نمیتونن ظالم باشن و در نتیجه چون نمیتونن ظالم باشن عدل براشون معنا نداشت. اینجا میخواست بگه انسان میتونه ظالم باشه اما چون حمل امانت کرد پس درست خیلی عادل. اینجوری ایشون فهم. در حالی که شما بیاید تو ادبیات تولیدی ما، بیاید سراغ خواجه عبدالله، بگید جناب خواجه عبدالله رو چون تفسیر داره، تفسیر خواجه عبدالله همسری این آیه رو جوری تفسیر میکنه ایشون. یا بیاید سراغ حافظ، من از شفافترش بگم، حافظ میگه ظلوماً جهولا سرهم باید معنا بشه. انسان دیوانه هم ظلومه هم جهوله. میگه لذا آیه میخواد بگه انسان دیوانه وار وارد این وادی شد و به غیر دیوانگی هم نمیشود حمل امانت کرد، چون عاقل زیر بار این امانت نمیره. حالا دیوانه یعنی چی؟ خوب دقت کنید تو فرهنگ این کار، یعنی دیوانه هم کسیه که چودکه نمیندازه. خانه آتش گرفته، بچه تو خونه مونده داره به این آتش میسوزده، محاصره کرده، هیچ وقت عقل چوکه نمیندازه اینجا. یعنی عقل مثلا پام چوکه میندازه، میگه اگه تو به میان آتش به دلیل بخوای بچه رو نجات بدی احتمال سوختنت 99% یا 1% احتمال نجات داری. هم دایر است بین این که دو نفر بسوزن یا یه نفر بسوزن، عقل حکم میکند یک نفر بسوزد بهتر است که دو نفر بسوزد. برو بیرون بذار بچه بسوزه. اما از شما سوال میکنم، مادری وسط بشه چیکار میکنه؟ اصلا این هر دو حالیش نیست، اصلا وقتت شد که انداختن نیست، میدوی بین آتیش. میگن خانوم ندو، اصلا گوشش نمیشنوه، نه اینکه بشنوه و نکند، گوش نمیشنوه. او همه وجودش نجات بچهشه. این میشه دیوانگی. میخواد بگه انسان وقتی این امانتی که آسمان ها و زمین، شوخی نیست، یعنی ملائکه هم پس دادن. اگر انسان میخواست چوتکه بندازه نمیومد جلو و نماده نمیومد جلو. تنها زمان انسان تونست بیا تو این میدون که عقل گذاشت کنار، یعنی بی حساب دیوانوار زد به میان موج ها، زد به میان دریای آتش. لذا داره تو همون مصاحبه کرمن، هادی کرمن که با مرحوم علامه دارد، مرحوم علامه علارغم نظرشون در تفسیر المیزان، کرمن میگه که این آیه شریفه رو شما چجوری معنا میفرمایید؟ ایشون فرمود همون معنی که جناب خواجه گفت که آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدم. نفرمود ظلم من جهولا عدم ملک است، یعنی اینکه اون کسی میتواند ظالم باشد که او عدل دارد و ظلم عدم ملکه عدل است. جناب خواجه عبدالله به اینجا که میرسه یه قدم حتی به نظر بنده بالاتر رو میگه، میگه اون به قدم همت برداشت، گفت خدایا من گردم و میرم زیر این بار به دیوانگی خودم، اما کرم از تو. یا علی رو من گفتم، علیش از تو. اینجاست که لذا میگن قانون عشق قانونیست که فراقانون، قانون داریم فراقان. لذا دستورالعمل سوم، دستورالعمل دوم این بود، گفت خیر الامور احمضها. لذا او وقتی بحث دنیا مطرح میشه میگه دنیا برای من به این معناست که تو هر چی میتونی تو دنیا خود بیشتر اذیت کن. عقل میگه آخه یعنی چه من خودم بیشتر اذیت کنم؟ میگه اذیت کن دیگه. موافق میگه کیفیت اذیت فرق میکنه. خوب دقت کنید، یه کسی تو ناز و نعمت باشه اذیت میشه، یه کسی با یه آدمی که اهل دنیاست اذیت میشه، یه کسی تو جنگ اذیت میشه. لذا من این نمیخواد بگه همه لذا دنبال فقر برن، میگه اگه تو دنبال، حالا من روایت همین رسول اکرم رو آخرش میخونم،
که حتی اگه تو به سمت دنیا رفتی مثل این است که با جیفه داری زندگی میکنی، ولی باید زندگی کنی به عنوان انجام وظیفه. مرحوم بله میرزا محمد علی شیرازی، شیرازی بزرگ که به شاگرد مرحوم جناب شیخ انصاری بود، بعد از فوت جناب شیخ انصاری همه دور ایشون جمع شدن که آقا بعد از جناب شیخ علیق اعلم اوره خلاصا همه چی به شما میبرازه، شما باید مجتهد مطلق بشی. ایشون قبول نمیکرد، اصرار بررسی ها فلان قرارزن به اینه. ایشون دو روز میکنند از خودش به گریه و متوسل شد، حالا خاطرم نیست یا به سید الشهدا یا حالا سامر را ایشون تشریف داشتن در سامر را نمیدونم، به یکی از حضرات ائمه معصوم علیه السلام یا سید الشهدا امیرالمومنین، حالا هرچی که اونجا، دو روز استاد میفرمود ایشون گریه میکرد، خدایا من چه کردم در درگاه تو که این بار مرجعیت زعامت شیعه ایان جهان بعد یه تو گرد دوش من. خیلی فهم، یعنی این یه قصه است، یه زحمت. مرحوم آقای علامه کرباسچیان استاد ما ایشون میفرمود، میفهمیدن ما در درس مرحوم آیت الله گروجلی شرکت میکردیم، ایشون هر وقت اسم زعامت خودش میومد تعبیر از بلا بود، گفت هر وقت از زمانی که این بلا به گردن من آمد من این اتفاقات برام افتاد. ایشون میفهمد من زمانی که بروجر بودم برام خیلی کشفیات حاصل میشد و چشم برزخی من باز شده بود، از زمانی که این بلا به سراغ من اومد کشفیات محجوب شده. لذا حالا شما بگیرید زعامت، بگیرید ریاست جمهوری، بگیرید وزارت، معاونت، وکالت، مدیریت. لذا نمیخوام بگم مؤمن همیشه فقیر، حقیر، بدبخت، نه این نیست، ولی مهم این است با نفرت به غیر حق نگاه میکنه. لذا اگر غیر حق رو آلوده بهش میشه با نفرت، با قصه باش کار میکنه، ولی وظیفه‌اش انجام میده. لذا به محض اینکه بهتر از خودش پیدا میکنه زود میپرونه میگه آقا این دست تو، من دیگه نخواستمش. اصل سوم، اصل چهارم، پس این اولو گفتم، دوم هم سوم معذرت میخوام، اصل سوم که دفعه گذشته اصلا بحث ادب، یعنی این توی قانون دیوانگی معنا میده، ادب در قانون عقلا معنا میده، اما تا اینجا معنا میده که مؤدب به ادب الهی میباید در برابر پروردگار، در برابر ولی خودش این اصلاح حدود و حریم بندگی رو رعایت کنه، دائما تواضع داشته باشه، دائما در خودیت نداشته باشه، اظهار فخر نکنه، اینا رو عقل میگه. اما تو این فضا که وارد میشه میگه نه این حرفا نیست، اصلا مؤدب به ادب الهی و بنده زمانی میتواند بندگی خودش رو اظهار بکنه که در اوج سختی هاش، در خوشی ها اظهار ادب نمیتونه بکنه. میگه چطور؟ میگه به خاطر اینکه اصلا فرهنگ عاشقی محفوف به این است که عاشق بگوید ای معشوقی من، من به خاطر تو خودم رو به این همه سختی انداختم، حالا در اوج سختی میگه من وفا کردم به ادب خودم. لذا شما نگاه کنید در فرهنگ ما، در حالا البته روایت شما میخونم، از روایت بخونم خدمتتون، مثلا این روایت که نقل میکنم از رسول، از امام صادق است علیه آلاف و تحیید و سلام، از رسول اکرم نقل میکنن. امام صادق میفرماید که افطر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عشیه خمیس فی مسجد قبا. صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. خب ببینید ساخت مسجد قبا کی انجام شد؟ اوائلی که پیغمبر اکرم مدینه تشریف آورده بودن، اوائل هجرت پیغمبر اکرم به مدینه اوج سختی ها، سختی هایی که دیگه تعریفش در اسلام رو بشنوید. مثلا یه نمونهش اون اصحاب صفه که داره در روایت جیره اصحاب صفه شبان روز دو نفر یه دونه خورما بود، دو نفر یه دونه خورما بود، اینجور فشار تحت فشار اوج. خب خود اهل مدینه که پول مول نداشتن، اونم تازه مسلماناش، منافقین پول دار بودن، یهودی ها که ما کاری باشون نداشتیم، مسلمان اوج همینطور مهاجر میومد، از مکه می اومد، از اطراف مکه می اومد، مهاجران که می اومدن در اوج فقر پولدار بودن اونجا، با خب مسلوب مالشون میکردن میفرستن دیگه، خودشون میفرستن زنش نگه می داشتن، خیلی هاشون دلشون بالبال میزد، جوش میزد برای زن بچه‌شون،
یعنی اوج جنایت اینو انجام میدادن. اون وقت وقتی میومد هیچی نداشت که دارد در حال اینا رو شما در تاریخ بخونید داره که کار اونجا رسیده بود که پیراهنشون گاهی اوقات انقدر، یعنی پیراهن نه لباس از بالا با لنگشون انقدر کوتاه بود که گاهی اوقات به سجده که میرفتن سطر عورت صدق نمی کرد، که داشت اینجوری دستور بود که بعضیاتون برید بعضیاتون نرید که مبادا سطر عورت کشف عورت بشن. اینقدر فرق. خب تو این شرایط شما نیا کنید پیغمبر اکرم یه روز پنجشنبه در حال ساختن مسجد قبا روزه بوده دارد که فقال هل من شراب، این کسی یه آبی چیزی داره من میخوام روزا میگذار کنم دم قربان روز پنجشنبه. فعتاه اوس، اوس ابن خولی انصاری حالا از اصحاب بودن، به اس مخیز به عسل، یه آبی آورد خدمت پیغمبر اکرم که یه خود عسل توش بود بسیار ممزوج با عسل. فلان ما وضعه او علافی نحاخ، وقتی که حضرت گوشتن تا دن شیرنه از دهنشون کشتن بیرون. سم مقال پیغمبر فرموندن شرابان، دوتا شرابه، یک تفا به عهده ما من صاحبه، یکیش کافیه برای من شراب، لا اشربو نمیخورم ولی بلا او حرمو حرامم نمی کنم، نگم شما این کار رو نبینید. بلافاصله گفتم تحت نظر استاد باید باشه. پیغمبر تو حال خودش بود، لذا میگه من حرام نمی کنم، نمیگم شما نکنید، شما بکنید، بیایید تو حال من، در حال من که باشید نکنید، اما تا نیستید نکنید. ولی دنبال دقت کنید، ولکن اتواضع لله، ملاک رو برای اینکه من در اوج این سختی یک چیز بیشتر نمیخورم، میخوام متواضع باشم در برابر استاد، در برابر استاد تر درست کار بردم، چون در حدیث معراج تعبیر استاد شاگرد در برابر رب. یا شما امیرالمومنین که اون قضیه که براتون خوندم، یا شما من به خصوص این حال بد نیست مجلس اون بذارید نورانی بشه به اسم اصحاب کربلا، شما در قضیه حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام واقعا با هیچ ملاک عقلی جور در نمیاد. یعنی بنابراین آدم منهای محبت ها یه تحلیلگر تاریخی است، داره واقعی کربلا تحلیل میکنه. خب شما نگاه کنید، حضرت ابوالفضل عباس یه آدم تشنه، آدم تشنه عقل میگه قوت بدنش کم میشه، به اصطلاح در جنگ نمیتونه اونجور که باید بجنگه، از اون طرف کسی که مدت های طولانی هم آب نخورده هم غذا نخورده هم بیدارخوابی کشیده، یعنی ایشون سه شب آخر کربلا تا صبح دائم دور خیمه ایشون پاسدار بود دیگه. خب عقل چی میگه؟ میگه آقا یه جرعه آب بخور بهتر بجنگ. اصلا من تو بالاتر دارم بهت میگم، تو مگه وظیفت آوردن بسلا آب به خیمه نیست؟ خب تو آب بخور که بتونی آب بهتر به خیمه برسونی، مشک بهتر به خیمه برسونی، این کاملا امر عقلانی است. اما ایشون نگاه کنید وقتی وارد شریعه فرات میشه در تاریخ، خب دیگه همه ولازه فرمودی در بالای منبر گفتن دیگه، ایشون فقط و فقط به حساب ادب این که من تشنه سیراب باشم، سیدشون سیراب نباشه. ادب، ادب چی؟ از روی عشق، نه ادب از روی عقل. ادب از روی عقل میگه آقا اینجا اصلا اگه سید الشهدان بود بهتون گفت بخور، چرا؟ تو سردارش هستی، هر چی بیشتر زنده باشی برای او بهتره، هر چی بهتر به جنگی برای او بهتره. اما ادب عشق میگه نه، تو تا اونش تشنه است تو نباید سیراب باشی، تا زینب تشنه است تو نباید سیراب باشی، این یه قانون. لذا وقتی که هر کسی میشنود میگه این تشنگی ارزش بود، عقل میگه این تشنگی ارزش نبود، تو اشتباه کردی، عشقی که ارزش بود. یا قضیه جون، جون قلاب امام مجتبی علیه السلام که بعداً بعد از امام مجتبی در خانه سید الشهدا کار میکرد، وقتی خواست به میدان بره و حضرت اجازه نمیدادند و دلیل عدم اجازهش هم میگه که تو یه مدت در خانه امام مجتبی بودی، علی ایها تو کارتو بکن، وظیفه تو انجام دادی، تو وظیفه نداشتی، این حرفا جون موقع حرفی نمیزنه، فقط میگه آقا شما خواهش من اجازه بدید، آخر سرم یه حرف میزنه که حضرت یه دهانشون بسته میشه که آقا شما مثلا من کمتر از اینم که خلاصه خونم با خون شما قاطی بشون، این حرفو بمانم. اوج لحظه شهادت جناب جون که در تاریخ داره که خون چهره رو گرفته بود، خاک چهره رو گرفته بود، چشما بسته بود، حضرت بودن بالا سر جون این خون از بای پلکای چشم
باز کردن، چون نیمه بسا چشاشون نیمه باز کرد، تا باز کرد اول حرفش همین گفت آقا من ادب بندگی رو به جا آوردم در خونه شما، من ادب بندگی رو به جا آوردم، منو به عنوان غلامی حالا پذیرفتید. چطور شد او جون در حالت خوشی نگفت منو به عنوان غلام پذیرفتید؟ کی گفت؟ عقل حکم میکنه، عقل عاشق حکم میکنه در اوج سختی، اون موقعی دیگه همه وجود در تب و تاب در فشاره، یا حالا قبول داریم آره. سید الشهدا عصر عاشورا بود که این دامنو تکون داد، گفت خدایا حالا تموم شد دیگه، من دیگه هرچی داشتم دادم دیگه، این دامن تکون داد به قول عرب، اینجا دامن تکون میخوره مرزن اینه. لذا ادب بندگی او قوقاییست در فرهنگ اخلاقی ما، در روایی ما با قوقاییست که من فقط چون میخواستم این بحث رو که تمومش کنم و احتمالا تا آخر حدیث معراج بنده وارد این وادیا نخواهم شد چون خیلی پیچیده است، ولی فقط برای اینکه رفقا بدونن من چند تا شد اینطوری من که حساب داره. سه آخریش که دیگه آخر وقتی من یه خاطره خودم میخواستم خدمت رو باقی بگم، نمیگم مخصوصا برای اینکه دیگه وقت تموم بشه، وقت آخرشه. آخرین بحث که دفعه گذشته عرض کردم بحث بغض حضرات معصومین و اولیای راهی نسبت به دنیاست. ببینید خوب دقت کنید که عرض میکنم، چون شاه و بیت ما این بود که ما بحث رابطه انسان با دنیا بود، من اینو میخواستم تحلیل کنم. ببینید یه وقتی عاقل میاد بنابر دید یک یا دو یا سه یا یکم هست سه تا بحث، عاقل میاد یکی از اون دیدها میگه من دنیا رو دشمن دارم، امیرالمومنین هم میان جوابش بهشون دن میگن ادونی ایها الزام الدنیا المغتر رو به غرورها، کسی که دنیا رو مذمت میکنی دشمن داری، دنیا بد نیست، چرا دشمن میداری؟ اون حرف رو بزن. اما خود امیرالمومنین نیا کنید نوبت میرسه به رسول اکرم، خوب دقت کنید من بین این کلمات چرا کلام امیرالمومنین تو اینجا انتخاب کردم دلیل داره، حالا دلیلش رو عرض میکنم ولی خودتون مراجعه گفتم دفعه مراجعه کنید، برای اینکه ظرافتش رو باید خودتون در بیارید. اوج ظرافت حضرت در اونجا میفرمایند که رسول اکرم دنیا رو دشمن داشت، اما نه به خاطر اینکه دنیا مانع بود، نه به خاطر اینکه دنیا تعلق ایجاد میکرد، رسول اکرم که تعلق نداشت نسبت به دنیا، که داره در همون روایت، در همون روایت دارد که جناب جبرائیل نازل شد بر رسول اکرم عرض کرد که یا رسول الله خداوند ذره از مقام شما کم نمی کنه، ولی مقالید تمام زمین رو و گنجهای تمام زمین رو به محضرتون عرضه می کند، اگر دوست دارید بپذیرید، دوست هم ندارید نپذیرید. رسول اکرم فرمودن نمی خواهم. بعد دنبالش دارد، ظاهرا جبرائیل سوال نمی کنه، دنبالش دارد که رسول اکرم می فرماید تواضعا لله، من ادب بندگی اقتضا میکنه همه این نعمت رو بدم که مهمان من کمم نشه، ولی ادب انسان مؤدب نمیخواد. لذا امیرالمومنین تو اینجا هم میگه چرا؟ خوب دقت کنید اون مثال دفعه گذشته رو من سریع عبور میکنم. ببینید وقتی که عاشق در یک آینه جلوه محبوب رو میخواد نگاه کنه، چون بحث عشق، بحث عقل نیست، بحث عشق میخواد نگاه کنه، این هرچی این آینه شفافتر بهتر، تعبیر حد تام و حد ناقص که عرض کردم برای این گفتم، آینه حد تامش این است که من خود نما نباشم، غیر نما باشم، محبوب نما باشم. لذا شما به این آینه ای که حالا خود آینه رو خریدید هزار تومن ها، ولی یه دونه جواهر الماس 10 میلیارد تومنی کپ کنارش بچسبونی، برای عاشق مذموم میگه اینو بزنش کنار بابا، یه خود تیکه آینه رو گرفته، این آینه میخوام به طور کامل محبوب من نشون بده، لذا یه گوشه آینه‌م با جواهر باشه، یه گوشش طلا باشه، یه گوشش حریر باشه، اینا برای من نفرت آوره، بذار کنار آینه شفاف باشه. لذا بغض در اینجا به عنوان حاجبه. لذا گفتم عاقل میگه آقا این حاجب، خوب دقت کنید خوب دقت کنید، میگه این حاجب مخلوق محبوبه، مخلوق محبوب محبوبه، میگه با این عینک درسته تو اون فضا با. لذا پیغمبر اکرم میفرماید شیطانی آمن به یدی، شیطون مبغوز همه، شیطان من به دست من ایمان آورده، این محبوب منه. چرا؟ چون مخلوق پروردگاره، مخلوق محبوب همه.
مثلا پیغمبر اکرم به همه عشق می‌ورزیدن به این حساب، اما همین پیغمبر اکرم که به همه عالم و دنیا عشق می‌ورزیدن، رسول اکرم امیرالمومنین می‌فرماید به یه پرده یه ذره توش نقش نگار داشت، با بغض گفتن این پرده رو بزن کنار. کل ما نظر تو الهی ها ذکر تو دنیا و زخارفه ها، هر وقت چشم بهش میفته یه دنیا و زخارفه شون میفته مثلا کنار عجبی همی. این به این دیدگاهه. لذا من گفتم این خطبه رو فشرده در عرض 5 دقیقه خدمت رفقا بخونم، البته خطبه مفصلش رو رفقا مراجعه کنن. خطبه 160 نهج البلاغه صبح ساله، البته تو نهج البلاغه شما ها یعنی اصلاً که ما داریم 158 159 یه خورده عقب‌تر جلوتر هستش. ببینید خطبه اینه: پیغمبر امیرالمؤمنین برای اینکه شأن پیغمبر و اولیای الهی رو نقل کنن تو این وادی اینجوری وارد میشن، میگن ای مردم بلغت کان فی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کاف لک فی الاصبح و دلیل لک علی ذم الدنیا و عیبها. ای مردم کافیه فقط من برای اینکه بدونید دنیا چقدر پست و کثیف و مذمومه پیغمبر رو براتون مثال بزنم، و کثرت مخازی ها و مساوی ها شدت پستی و زشتی هاش از قوب زد انها اطراف ها. پیغمبر اکرم دامنش از دنیا اینجوری جمع کرد. ببینید این اصلا یه نگاه دیگه میگه. این هم علیست که دنیا رو وقت کسی مذمت میکنه چی میگه؟ چرا تو مذمت میکنی؟ درباره اینجا بود اینجوری برخورد میکنه. و بود تعب لغیره اکناف ها گفته چه هرکس میخواد بره سراغ دنیا، من نیستم به اهل این کار. و فوت من رضا آقای بسیار دهانش رو از شیرخارگی دنیا جمع کرد بس. و زوبی ان زخارفا. بعد حضرت شروع میکنه میگه خب من پیغمبر رو خلاصه گفتم، بعد مفصل میگم. حضرت موسی علیه السلام مثال میزنه، میگه تو از اولیای الهی کیا رو میخوای مثال بزنم؟ از موسی بالاتر تو داری در بین انبیا که اون همه پروردگار در قرآن ازش تجلیل میکنه، انه کان من عبادنا المخلصین فلان این حرفا. میگه به این شیء تسنید به موسی کلیم الله، میخوای موسی رو بگم. حیث یقول رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، وقتی که دخترای شعیب اونجا اومد براشون آب کشی کنار زیر سایه درخت، گفت خدایا من از این کار نیازمند خیر تو هستم. بعد خود حضرت میفرماید والله ما سأله الا خبزا یاکلوا، این که گفت خدایا یه خیری به من برسون من فقیرم، یه تیکه نون میخواست از خدا، یعنی اینقدر فقیر بود از موسی. لانه کان یاکلوا بقلت الارض، چون اصلا غذای موسی بسیار بقولات زمین بود، این چی میگن رویدنی های از زمین. بلغت کان خضرت البغل تو را من شفیف صفاق بطنه، تا اونجایی که حالا حضرت میفرمان من فقط ترجمه رو میکنم، حالا رفقا نگه این حرفات چیه داری تو میزنی، این گذشت الان زمان علمه، که حضرت میفرمان حتی سبزی اون بقولات زمین که میخورد از پوست شکمش پیدا بود. حالا چه حسابی بود ما نمیدونم، ولی حضرت ظاهر قضیه میدونی. لحوزالهی و تشهز و به لحمه، به خاطر لاغریش و بسیار ریختن پوست تنش، گوشت تنش. این اصل موسی. بعد از داوود نقل میکنند علیه السلام، میگه من نگم. از عیسی نقل میکند قوقا، به ازا شعته قلت فی عیسی ابن مریم علیه السلام فقط کانه یتوسط الحجر یلبس الخشن یأکل الجشه با مارد اینا. تا دو مرتبه از پیغمبر شروع میکنه. ولی پیغمبر دلیل میگه. عزیزان ببینید، من نمیخوام بگم شما به من بگید که آقا شما اینو خوندی، خب قبلیارم که خوندی، این تعارض میکنه با قبلیار. من عرضم اینه در لسان عشاق این دستور العمل نیست. عاشق تو این قاعده میاد، چون حضرت تنقیح مناس میکنه. ببینید که قاعده اصولی است، مثلا اصولی اینطوری میگه، میگه وقتی حکم، دقت کنید که عرض میکنم، میگه حکم میاد روی موضوع، یه وقت شارع منات و حکم رو نمیگه. مثلا چی؟ میگه اقل سلات به دلوک شمس الى قصق اللیل، از زمانی که خورشید به زوال رسید تا موقعی که میخواد بره به غروب نماز ظهر عصر رو بخون. چرا؟ میگه تو چیکار داری؟ چرا؟ اقل سلات نماز بخون. به این میگن حکم، من صاف رو موضوع بدون منات. دلیل داره با، برای ما دلیلش گفته نشد، ولی یه وقت اینطوری میفهمه، فهمید که لا تقبل شراب، لا تقربل مثلا فرض کنید شراب، مثلا لا تشرب شراب به فرض لانه مسکر. دلیل حکم میگه شراب نخور. چرا؟ چون مسکره. در اینجا میگن چون تنقیح منات شده حکم میاد رو دلیل حکم. این یه مصداق حکم. لذا سایر مسکراتی هم که نیست، اگه تو تشخیص دادی مسکره حرام. لذا در زمان پیغمبر اکرم و ائمه علیهم السلام تریاک و هروئین و الستی و ماریجوانا که نبود که،
اما الان شما یه فقه بزنید آقا ماریجوانا حلال یا حرامه؟ میگه حرامه. میگه چرا؟ میگه لعنه مسکر. میگه حکم شاره نیمد روی شراب نخور، پس آبجو اشکال نداره، پس نمیدونم کنیاک اشکال نداره فلان. میگه نه، هر چی سقه اسکار کنن حرام است. حالا میخواد خشک باشه، میخواد تر باشه، میخواد مایع باشه، میخواد جامد باشه. در اینجا امیرالمومنین منات حکم بغض پیغمبر را فرموده، نه فرمود دنیا مبغوض است. چرا؟ چون دنیاست. فرمود چون حجاب است. پس حجاب بین محبوب و محب نسبت به محبوب مبغوض است. مثلا محب هر چیز که ببینه بین خودش و محبوبش حائل میشه، میگه قیبیه انی، نگاه نمی کنه چیه، میخواد الماس باشه، میخواد یه چلوار باشه. تو حجاب اگه الماس بودی یا حجاب نبودی من قبولت دارم، اگه چلوار بودی یا حجاب بودی تو دشمن منی. حالا من با این ملاک، یعنی با تنقیح منات و حکم براتون میخونم. میفرماید فتعصب به نبی یکل اطیب الاطهر، تأثیر کن امر با تأثیر کن به پیغمبری که اطیب است و اطهر. فا این فیه اصفتون لمن تأثا و مذرب بخوام فا این فیه اصفتن لمن تأثا و ازا ان لمن تأثا و احب نیا کنید ملاک اینجا هستا و احب و احب العباد الالله المتأثی به نبیه. بدانید محبوب ترین انسان ها به سوی پروردگار کسیست که پاش جایی پای پیغمبر بذاره. ملاکه. حالا قزمت دنیا قزمن ولم یو ارها ترفن، دنیا رو با هوشی چشم نگاه میکرد. آدم کسی که خیلی بدش بیاد اینجوری نگاهش نمی کنه، چپ چپ نگاهش میکنه. میگه پیغمبر یه عمری به دنیا چپ چپ نگاه کرد، خیره نشد به دنیا. ولم یو ارها ترفن، اینجوری خیره نگاه کن. من ابصر بها بصرت و هم که آقای روی خون نگاه میکنه با گوشه چشم ابصر بها، ولی خیره نمیشه. و من ابصر فیها، اینجوری نیست. احزم و اهل دنیا کشهن، از همه لاغرتر بود. لاغر نه لاغری جسمی، عرض کردم با امام باقر چاق بودن، خود امیرالمومنین اتفاقا شکمشون از سینه‌شون جلوتر بود. این یعنی یه آدمی بود که دنیا رو حریصانه به سمتش نمیرن. و اخمس هم من دنیا بطنن، شکمش بلان بود. او رزد علیه دنیا، من به وقت که عرض کردم او رزد علیه دنیا با همه مال انبارش فعبا همه یقبله ها گفت نمیخوام به حساب تواضع. و علی من یا کنید و علی من الله سبحانه ابقص شیئا فابقص و حقر شیئا فحقر و سقر شیئا فسقر. نگاه کرد ببینه محبوب چی دوست داره. گفت محبوب من تو دنیا رو چجوری نگاه میکنی؟ گفت من بدم میاد. گفت منم بدم. گفت من کوچیکش دونستم. گفت منم کوچیکش دونستم. گفت من تردش کردم. گفت منم تردش کردم. ولی دیتون باشه در لسان در کلام پروردگار که میفرماید از دنیا ملعونون و ملعونون مافی ها، خب یکی بگه وا خدایا این دنیا که مخلوقته، مگه میشه مخلوقتون ملعونت باشه؟ میگه نه، ملعون یعنی دور، نه ملعون یعنی لعنت شده، یعنی به تو جهنم. ملعون یعنی چیزی که انزل مراتبه. تو اگه میخوای بیای بالا به انزل مراتب گیر نده، بیا بالا. مبغوض یعنی دور، نه مبغوض یعنی من بدم میاد به معنی ارزشی. چون مخلوق نمیتونه از ارزشی، خالق مخلوقش رو دوست داره، این عقل حکم میکنه. این میگه در لسان عشق چیزی که دور است مبغوض است، چیزی که نزدیک است محبوب است. چرا؟ چون حب از وحدت میاد و بغض از دوری میاد. لذا تعبیر اینطور است. بعد هست نکنید تنقیح منات رو دقت کنید. ولو لم یکن فینا الا حبنا ما ابغض الله و رسوله. این تنقیح منات، یعنی اگر تو ادعا میکنی من محبوب من محب پروردگارم، چرا مبغوض محبت رو دوست میداری؟ لذا هم فرمایید اگر یک گناه ما بیشتر نداشته باشیم در روز قیامت، و اون گناه این است که چیزی رو که خدا و رسولش دشمن دارن ما با دوستی اون به محضر محبوب خودمون بریم.
ولو لم یکن فینا الا حبنا ما ابغض الله و رسوله و تعظیمنا ما سقر الله و رسوله. در زندگیمون چیز رو بزرگ دونسته باشیم، اونی رو که خدا و رسولش پایین دست گرفتن، لکفا بهی شقاق عند الله، کافیه که ما یه آدم شقی در برابر پروردگار محشور میشیم. شقاق یعنی راهمون جدا کنیم، شق بشود، جدا بشود. یعنی این یه تنگیه مناطه، حکم نیست، موضوع نیست، منات حکم به رزق میشه. ولقد کان صلی الله علیه و آله و سلم یاکل علی الارض یجلس جلسة الارض، که دیگه ترجمه نمی کنم، و یحسب بیده نعله و یرقا بیده صعبه، با دست خودش فلان میکرد، اون بسته میزد، یرکب الحمار الان فلان 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 حالا، و یکون ستر علی باب بیته. یه روز اومد بیاد خونش، دیدونه پرده رنگی در خونش آویزونه، فتکون و فیه تصاویر، دیدش یه سری عکسایی هم بهشه. یعنی ببینید حجاب، یعنی من پیغمبر نگاه میکنم یه دنیا میفتم. فیقول، به یکی از زناش گفت، یا فلانه، فلانه یعنی یکی از همسراش، خود حضرت یعنی لهدا از واجه قیبی هنی، بزنش کنار. فعنی ازا نظر تو الهی زکر تو دنیا و زخارفه ها، هر وقت چشم به این پرده میفته یه دنیا میفتم، هر وقت برق ماشین آخرین مدل من میگیره یه دنیا میفتم. هست یا نه؟ تو اون روایت امام صادق دارد، و خیر و لباس کم آلا یشقل و کن الله تعالی، نمیگه لباس چی بپوش، میگه بهترین لباست این است که بپوشی که لباست باشه، اما تو از خدا با نداره، میگه از محبوب با نداره. لذا میفرماید فعر از این دنیا به قلبه و اما تذکرها من نفسه و احب ان تقیب زینتها ان عینه. یاد دنیا رو حضرت مرد میران در قلب خودش، لکیلا یک پخ زمین ها ریاش انتو فلان فلان. تا اینجا همین فرمید و کذالک، باز تنگیه منو، من ابغض شیئا ابغض ان ینظر الیه، کسی که بدش میاد یه چیزی، از یه چیزی بدش هم میاد نگاش کنه. چطور میشه آدم ادعا کنه من اهل دنیا نیستم، اما حریص به دنیا باشه، هر روز به در و پنجره خونه‌اش یه چیزی آویزون کنه. و لقد فلان فلان نرفا. تا اینجا این تیکر هم بخونم و تمام. میفهمد فلینظر ناظرون و عقله، خیلی زیباست خواهد بگه حالا من تموم شد حرفان، به تو عقل خودت، من تو رو قاضی میکنم پیش خودت. اکرم الله و محمدن به ذالک ام احاله، میگه با این داستان ها که من گفتم، خدا با این کارا که با بهترین مخلوقاتش کرد، پیغمبر خودش رو خار کرد یا آقا کرد. اکرم الله و فلان ام اهانه. فان قال اهانه، اگه تو بگی خدا با این کارهایی که پیغمبر سر پیغمبر گفت او رو خارش کرد، فقط کذب الله العظیم بالافک العظیم، هم خودت میگی دروغ گفتی، هم همین دارن دروغ گفتن. کی میگه میخواد بگی که خدا پیغمبر رو خار کرد؟ فان قال اکرمه، و اگر تو بگی خدا با این کارا پیغمبرش رو عزیز کرد، فلیعلم ان الله قد اهان غیره حیث و بسط الدنیا له، بدون اونایی که دنیا رو برشون حریص کرد. من حالا تعبیم کنم بسط الدنیا، ولی به نظر بنده خب برای سلیمان نبی هم بسط الدنیا، برای جناب داوود بسط الدنیا، اونایی که دنیا چشمشون رو پر کرد، حجاب شد. بدون با این قاعده که گفتم، این آدم ها مبغوزترین افراد پیش خدا، چون مکرمترین افراد پیغمبر بود، عکسش این معنا بود. و زباها ان اقرب الناس من، از محبوبترینش دنیا رو من کرد. فتعصا متعصن به نبیه و اقتص اثره و ول جمال جه و الا فلا یعمل الحجه. تمام شد. بعد حضرت خودشون میگن، میگن خدا به خدا قسم من در طول عمرم وقتی پیغمبر رو دیدم ذره ای از روش پیغمبر عدول نکردم، تا اونجا که ولقد رققت من رعتی حاضری حتی سهیه تو من راقه ها، اینقدر من این لباسم رو وسط زدم که دیگه از وسط زنندش خجالت میکشیدم که میفتم پکشون. من نمیخواه بینیم این که عرصم گفتم این حرفای امشب من دستورالعمل نیست. من به خصوص این آخر بحثم عرض کردم که بحثم رو جمع کرده باشم. این در زبان عشاق این معنا میده، لذا باید تحت نظر استاد باشه. لذا میگوید ولقد قال لي قائل الا تنبذها عنك، شما اینو دور دیگه نمیخوای بندازی؟ فقلت اغرب عني، خیلی تعبیر تندیه، ادون چشام برو کنار، اغرب عني. فان الصباح يحمد القوم الصرا، وقتی صبح شد اون آدمایی که
شب نخوابیدن، شب بیدار بودن، راه رفتن، میگن باری کلا به ما که شب راه رفتیم. یعنی وقتی که اون بره خط میشه معلوم میشه که کیا برندن، تو برو کنار بذار من کارمون بکنم. این تمام عرض من این بودش که ببینید عزیزان، من بحث چهارم رو گفتم، اینقدر تند و تیزم گفتم، ولی این به این معنا نیست از فردا باز تکرار میکنم ای زمین، ای آسمون، ای مجلس، ای میشو خودی بغل میشو هست که میان باز میگن که خانم ها تلفن میکنن، آقایون نفلا میکنن که آقا این کارو کرد. حتی خودتون، یعنی به منزله نابود شدن خودتون هست اگر بدون استاد شروع کنید این کارا رو انجام بدید. لذا توصیه بنده این است که فقط بدانید این حرفا هست، این حرفا تو فضای دینی ما بود، ولی هر کس در رتبه خودش باید عمل بکنه. این هم چیزایی است که اگه خواستید عمل بکنید باید تو حساب و ثابته باشه. خب ان شاء الله رحمان از صفحه آینده دیگه بنده فصل بعدی هم میسینه راجع میرم. خواهش من رفقا حتما این کتاب رو با خودتون بیارید، اونایی هم که ندارن تهیه بکنن. الان دیگه از صفحه آینده ما استاد بحثمون رو به حدیث معراج برمیگردیم. الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها، قبل از اینکه تو آیه بنحتو محبت میکنن سلام به حضرت ابو عبدالله حسین رو میگن. من دعا رو میخونم که رفقا فقط تو از این فضا استفاده کنیم، دعا استفاده کنیم. پروردگارا تو رو به حق محمد آل محمد قسمت میدهیم، ما رو به وظایف خودمون آشنا بگردان. خدا یا اون چی که حقیقت دین و توحید و اسلام و ایمان هست ظرف قلب ما عنایت بفرم. خدا یا ما رو جز اون کسانی به تو قرار بده که لطیف باشیم و خبیر باشیم به دین خودمون. خدای ما جزو کسانی قرار بده که جزو فقهای امت خودت فقیهان امور دینی خودمون رو آگاه بشیم و وظیفمون تشخیص بدیم و عمل بکنیم. بار پروردگار ما رو شرمنده اولیای خودت، شهدا، امام امت و علل اخص امام زمان علیه آلاف التهید و السلام قرار مده. خدای طول عمر با عزت، برکت، وسعت، عافیت به همه ما عنایت بفرما. خدای اشتغالات جامعه اسلامی، گرفتاری های مسلمین رو و به خصوص فساد و توطئه های دشمنان اسلام رو نقش بر آب بگردان و وجود مبارک امام زمان علیه آراف و تهید و سلام و از همه بلیات محفوظ بدار و ظهور پرفروغ ایشان را هرچه زودتر تعجیل بفرما.